شد با چشم گریون میخوام مشکل نه آسون میخوام نه کم فرارون میخوام یارمو میخوام دلدارمو میخوام. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسنی، درودهای مرا بپذیرید. امروز 12 ماه نوامبر سال 2016 میلادی برابر با 22 آبان ماه 1395 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN همراه با سیامک ثابتیمانی و فرشاد بلندیان، کارگردانان فنی برنامه، با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com آرشیو میشه. خب چای اول بریزید، سر میز صبحونه بشینید، کلی براتون حرف و نقل دادیم. خب نگاهی به هفته‌ای که گذشت. شنبه هفته نوامبر، هفته‌ای را با انرژی خوب شروع کردم. تمام روز دوشنبه سرگرم خبرهای انتخاباتی بودم. سه شنبه 8 نوامبر، عکس های رای دادن در فیسبوک، ذوق و شوق انتخاب نخستین رئیس جمهور زن آمریکا واقعی و پذیرفته شده به نظر می آمد. از ساعت 4 بعد از ظهر میخ شدم در مقابل تلویزیون برای دنبال کردن شمارش آرا. با دوستان نزدیکم تکست رد و بدل می کنیم. نخستین نشانه های تغییر در مسیر انتخابات از ساعت 6 بعد از ظهر آشکار می شود. نگران می شوم. دوستان مرا و خودشان را دلداری می دهند. اختر میگوید صبر کن، هنوز ایالات غربی ماندند. فریبرز میگوید هیلری برنده است، نگران نباش. مهدی میگوید من قول میدهم هیلری انتخاب شود، به مردم آمریکا اعتماد کن. و من به همه پاسخ میدهم ولی من نگرانم. همه آنها میدانند مدتی است دچار دلشوره شدم، چون صدای پای راستگرایی افراطی و فاشیسم را میشنوم، نه تنها در آمریکا که در اروپا هم. واقعیت این است که این حرکت مدتی است از اروپا آغاز شده و دامنگیر ما هم شد. چهارشنبه 9 نوامبر ساعت 12:30 بامداد لس آنجلس است. سخنرانی پیروزی دونالد ترامپ به پایان رسیده. تنها نشستم و چشم از صفحه تلویزیون بر نمی‌دارم. خشکم زده. باورم نمی‌شود. چی شد؟ چگونه به اینجا رسیدیم؟ به جایی که دست کم باید 4 سال با مردی زندگی کنیم که نه قابل اعتماد است، نه راستگو و نه درستکار. نه تجربه سیاسی دارد و نه آگاهی و اشراف به دیپلماسی جهانی. به همین سادگی سرنوشت بزرگترین مملکت جهان را به دست او سپردیم؟ این ردا بس بزرگتر از قد و قامت اوست. آیا خودش می داند وارد چه کارزاری شده است؟ بعید می دانم. از چهره حیرت زدش می توان فهمید. یاد مهدی بازرگان می افتم که پس از انقلاب اسلامی انگشت به دهان گفت ما دعا کردیم باران ببارد، سیل آمد. ریاست جمهوری آمریکا یعنی توانایی حضور در هر لحظه، یعنی قابلیت تصمیم گیری درست و در خور جهان امروز در هر زمان و موقعیت، یعنی قدرت رویارویی با قولهای قدر صحنه سیاست بین المللی در ارتباطی متمدنانه و مورد پذیرش. هر کلام یک رهبر جهانی ارزش، وزن و بهایی گران دارد. مهمتر از همه این که با همه نمیتوان جنگید. همراهی و همکاری با متحدان اساس جهانی آرام و صلح‌آمیز خواهد بود. ترامپ بیشک میتواند با رویه تازه و غیر متعارف پا به میدان گذارد، ولی جهانی که قرنهاست به دلیل نظمی پذیرفته شده برپاست حتما به خاطر ترامپ تغییر نخواهد کرد. اشکال کار اینجاست که ترامپ مطمئن است به تنهایی و یک تنه قادر از همه چیز را تغییر دهد. یاد احمدی نژاد میفتم، یک ضد ارزش پوپولیست و عوام فریبی تمام عیار. خدای تبلیغات و فرصت طلبی است این ترامپ. طی سالی که گذشت بیش از 2 میلیارد دلار تبلیغات رادیو تلویزیونی را به رایگان برای خود فراهم کرد. باهوش است، بسیار زیاد. از همه سوراخ‌های پرپیچ و خم قانونی برای نپرداختن مالیات به نفع خود بهره برداری کرده و حدود 1 میلیارد دلار مالیات را ظرف 20 سال نپرداخته است. با پرخاش و توهین به رقبایش و هر آن که نمی‌پسندد
آنها را از میدان بدر می کند. یک انسان درست که هرچه راحت در هر زمان بخواهد به راحتی تغییر می دهد، چون هدف وسیله را برای او توجیه می کند. مرا یاد خمینی می اندازد که قبل از انقلاب برای رسیدن به هدف خود بیشمار وعده خلاف باورش را داد، ولی پس از انقلاب گفت خدای کردم. در نتیجه نگرانی و ترس از ناشناخته و ندانسته در 4 سال آینده همنشین دائمی ما خواهد بود. در شروع سخنرانی پیروزیش، ترامپ از رقیب شکست خورده، همانی که 1 سال از او را کروکت هیلری خوانده، با احترام یاد می کند که با قدرت در کار مقابله با او بوده و 30 سال از عمرش را در خدمت آمریکا و مردم این کشور سپری کرده است. انگار نه انگار این همان رقیبی است که 1 سال بی محابا بر تبل توخالی پرصدایش کوبید تا به عوام بقبولاند که هیلری 30 سال جز تقلب و فساد هیچ کار دیگری نکرده است. از همه آنهایی که برای پیروزی او گامی برداشتند سپاسگزاری می کند. ولی یادش می رود از بیل کلینتون که چوب زنبارگیش را به هیلری زد تشکر کند. یادش می رود از جولیان آسانج و ویکی لیک که به دلیلی کاملا شخصی کمر به قتل هیلری بسته بود تشکر کند. یادش می رود از جیمز کومی قدردانی کند که با سورپرایز اکتبر راه را برای پیروزیش باز کرد. و بالاخره یادش می رود از آنتونی وینر بیمار جنسی و همسر سابق هما آبدین دستیار هیلری تشکر کند که خلافهای او همه به نام هیلری مهر خورد. رقیب او هیلری چون زن بود نباخت. او نبرد را به توطئه ناجوان مردانه مردان و زنان نقشه کش باخت. این رویداد را دست کم نگیریم. اینها باید همه هوشیار دهنده و بیدار کننده باشند. حضور یک رئیس جمهور متعصب، بیگانه هراس و بیگانه گریز، ضد اقلیت، ضد زن، ضد سیاه پوست و ضد مکزیکی، مخالف سرسخت دیگر باشان و دیگر اندیشان و دشمن مهاجرین. انسانی قدر ناشناس و ناسپاس که هرچند شهرت خود را مدیون خبرنگاران است، ولی از فحاشی و تهدید و توهین به آنها دست بر نمی دارد. انتقام جویی که تا نیشش را نزند آرام نمی نشیند. پرخاشگری بیرحم که از کلیشه سازی و انگ زدن به انسانها لذتی سادیستیک می برد، مثل لیتل روبیو، کروکت هیلری و لو انرژی جب. مدیری با شعار تفرقه بیانداز و حکومت کن و هر آن که با ما نیست بر ماست. نماد حقیقی دروغ هرچه بزرگتر باور کردنی تر و بالاخره قانون شکنی ضد ساختار دموکراتیک با هدف ریختن هر آنچه ساخته شده در زباله دانی تاریخ. مردی عاشق جنگ و تفنگ و اسلحه با دوستدارانی وفادار و صمیمی چون سفیدپوستان برتری طلب، وایت سوپرمیسیست و کوکلاس کلان ها. ترامپ می‌خواهد آمریکا را بزرگ کند و این شعارش هیتلر را به یادم می‌آورد که او هم می‌خواست آلمان را بزرگ کند و با این شعار وارد میدان کارزار شد. بدین ترتیب ترامپ روی موج پارانویا و هیستریایی که برپا کرده سوار شد و شهروندان هراسان را به طرف خود جلب کرد. نیمی از کسانی که به او رأی دادند دچار ترس و وحشت شده بودند. بسیاری از رأی دهندگان هم امیدوار بودند که در دولت ترامپ مالیات کمتری بپردازند. البته من شک دارم چنین شود. حتی جورج بوش پدر هم که گفت read my lips no more tax نتوانستان چه وعده داده بود را عملی کند. ولی شک ندارم که مسخره جهان خواهیم شد. براندام آمریکا لرزه‌ای باور نکردنی افتاده. زمین لرزه چند برابر برگزیت انگلستان. چهارشنبه 9 نوامبر ساعت 2:30 بامداد است. شب سفید و شب بیخوابی. دست زیر چانه زدم تا سنگینی سرم را احساس نکنم. همچنان بی حرکت نشستم. انگار فلج شدم. به جای شکسته شدن سقف شیشه‌ای قلبم شکست. صدای خورد شیشه ها در کلم پیچیده رهایم نمی کند. به جای احساس سبکی و رهایی وزنه‌ای به بزرگی دنیا روی قفسه سینم سنگینی می کند. نفس کشیدن ممکن نیست انگار. فکر می کنم به دوران غرب وحشی وحشی رجعت کرده ایم. دوران هفتیر کشی، عربده کشی، گردن کشی. در جای آنچه از ما گرفته شد زخم عمیقی نشسته است. یک کشور دموکراتیک در شک و ناباوری غوطه می خورد. حتی قرص مسکن هم فریاد رس نیست. من می ترسم. برای فردا، برای پس فردا، برای جهان، برای نسل جدیدی که امیدوار شده بود، برای همسایه، برای مکزیکی‌های سخت کوش غیرقانونی، برای زمین و آب و هوا می ترسم، برای مادر طبیعت و کره زمین و محیط زیست می ترسم.
نیروهایی دستندر کار خراب کردن همه اینها هستند بدون نگرانی از آینده. ساعت 4 بامداد به رخت خواب می روم. لحاف را سرم می کشم تا مگر احساس امنیت کنم. ماندم با ده ها پرسش بی جواب. چرا در جهان سوم کشورهایی در حال توسعه و حتی آمریکای جنوبی و خاورمیانه زنان را راحت تر در مقام رهبری می پذیرند تا در کشوری چون آمریکا؟ با یک رئیس جمهور و یک سنا و یک مجلس نمایندگان راستگرا و جمهوری خواه تکلیف قضات دادگاه عالی چه خواهد شد؟ 4 سال آینده تکلیف آمریکا را برای چندین دهه رقم خواهد زد. اوباماکر را که از میان بردارد با چه چیز جانشین خواهد کرد؟ برجام را یک طرفه چگونه منحل خواهد کرد؟ دیوار بین آمریکا و مکزیک را چگونه خواهد ساخت؟ چگونه؟ یادمان نرود که در 9 نوامبر 1989 دیوار جدای افکن بین برلین شرقی و غربی توسط شهروندان این دو کشور خراب شد و آلمان از نو یک پارچه شد. 27 سال بعد در 9 نوامبر 2016 نیمی از رای دهندگان آمریکا آگاهانه و با دست خود برای بالا بردن یک دیوار تازه بین آمریکا و مکزیک رای به صندوق ریختند و معمار آن را هم انتخاب کردند. با مهاجرین غیرقانونی چه خواهد کرد؟ 10 میلیون تن را چگونه اخراج می کند و چرا باید اخراج کند؟ با اقلیت‌های مذهبی چه رفتاری در پیش خواهد گرفت؟ بلوف زندانی کردن هیلاری را چگونه حل خواهد کرد؟ تکلیف نابودی محیط زیست این فاجعه بزرگ قرن چه می شود؟ چرا آن را یک دروغ بزرگ می داند؟ رئیس جمهور تازه انتخاب شده پاسخی برای هیچ یک را نداده است. چهارشنبه ساعت 11:30 حوصله ندارم حاضر شوم و کاری بکنم. با رتبشان و لیوان قهوه در دست همچنان چشم به تلویزیون دارم. دیگر حالا از شوک در آمدم و عصبانیم. انگار به شعورم توهین شده. هیلاری کلینتون با کت شلوار توسی تیره که یقه و بلوزش ساتن بنفشه است به نشانه رنگ سافرجت و پذیرش عرفانی همراه بیل و چلسی و دامادش روی صحنه می آید. بیل هم به نشانه همدردی کراوات بنفش زده است. بانویی که راهی طولانی را در نودیده و طی 30 سال درهای بسته بسیاری را برای زنان آمریکا باز کرده خسته و پژمرده می نماید. سعی می کند خود را سر و پا و قوی نشان دهد. ولی هیهات از آنچه در دل دارد. از 59 میلیون امریکایی که به او رأی دادند پوزش خواهی می کند که ما را به نتیجهی که طالبش بودیم نرساند. خودش هم چون ما انتظار این نتیجه را نداشت. این رأی الکترال هم عجب حکایت قدیب و شمشیر دو لبه است. شمار کسانی که به او رأی دادند بیش از شمار رأی دهندگان به ترامپ است. ولی رأی الکترال را باخته است. اعلام می کند که خواهان گذر و انتقال صلح‌آمیز قدرت است که ترامپ رئیس جمهور اوست، که احترام به قوانین اساسی دموکراتیک تنها هر 4 سال یک بار نیست، هر روز است. میگوید رویای آمریکایی آنقدر گسترده است که برای همه شهروندان جا دارد، جدا از رنگ پوست و باور و جنسیت. از مسئولیت شهروندان در ساختن آمریکای عادل و آزاد و با تساهل هم سخن میگوید. به خانواده‌اش میگوید شما مرا بالا بردید. You lifted me up. به جوانان پیام می دهد من تمام عمر کار کردم، هم موفق بودم و هم شکست های دردناک خوردم. هرگز از باور کردن به خودتان دست بر ندارید و از دنبال کردن رویاهای خود ناامید نشوید. سپس باز گلویش را می گیرد و به زنان می گوید بدانید که هیچ چیز مرا مفتخرتر از این نمی کند که قهرمان شما بودم. هرچند هنوز سقف شیشه ای را نشکسته ایم، ولی به زودی این اتفاق خواهد افتاد. و آخر سر با وقار و برازندگی اعلام می کند که روزهای خوب در پیش است. با هم قوی هستیم و با هم جلو می رویم. آه از نهادم برمی آید که او همچون بسیاری از زنان قدرتمند جهان به جرم خوردن میوه دانایی از بهشت رانده می شود تا تاوانی بزرگ و عقوبتی سخت را تحمل کند. باراک اوباما ریاست رئیس جمهور کنونی هم در پی او برای مردم پیام می فرستد. ریاست جمهوری و معاونت آن بس بزرگتر از قد و قواره ماست. از آن مراقبت کنید. یادم میآید که نوروز امسال هنگامی که به جشن نوروز کاخ سفید رفته بودم از رئیس تشریفات این کاخ پرسیدم دلت میخواهد چه کسی جانشین اوباما شود؟ گفت برای من فرق نمی کند. من تا امروز برای 4 رئیس جمهور و خانوادهش خدمت کردم. من خدمتگزار نهاد ریاست جمهوری هستم.
نه خدمتگزاری رئیس جمهور. بله، دموکراسی ودی بسیار شکننده است در دستان ما. نگهداری از آن کار آسانی نیست، ولی خراب کردنش کوشش زیادی نمی خواهد. خواستن آن یک باره و به سادگی برآورده نمی شود، ولی دیکتاتوری به سرعت برق برقرار می شود و چندان هم آسیب پذیر نیست. در سال 1787 زنی از بنجامین فرانکلین، یکی از پدران بنیانگذار آمریکا، پرسید: خب دکتر، بالاخره چه خواهیم داشت؟ جمهوری یا سلطنت؟ فرانکلین پاسخ داد: جمهوری، اگر بتوانید نگهش دارید. شک ندارم پس از انتخاب ترامپ جهان مکان زشتی برای زندگی خواهد شد، زشتر از آن چه امروز هست. غول برتری نژاد سفید و ناسیونالیسم افراطی که به خوابی عمیق فرو رفته بود از نو بیدار شده است. برگشتی خواهیم کرد به دورانی که کلفتی گردن و بازوهای ستبر مردانه برتر از اندیشه و باورهای تساهل و رواداری برد داشت. برگشتی خواهیم کرد به سالاری کارفرمایان پول پرست، سودجو و بی‌مروت و خفه کردن فریاد در گلوهای معترض. این را هم یادمان باشد، انتخاب یک رئیس جمهور برای شهروندان یک کشور شبیه یک ازدواج است. پیوندی برای روزهای خوشی و ناخوشی و سلامت و بیماری. امروز با پیوندی ناخوش روبرو هستیم. نخست باید مراقب باشیم که از این بدتر نشود. از تیم کین، معاون برگزیده خانم کلینتون، این کلام ویلیام فالکنر را وام میگیرم که گفت: آنها ما را کشتند ولی هنوز نتوانستند شلاقمان بزنند. خبر اعتراض‌های همگانی در شهرهای مختلف آمریکا را نادیده نگیریم. هنوز نتوانستند شلاقمان بزنند. این همان مراقبتی است که دکتر بنجامین فرانکلین میگفت. 670 AM لس آنجلس. سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. رگ‌های واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکال، 310-855-71-71 310-855-71-71. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، گلندل و اورنج کاونتی. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست هایی نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان هر شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. هومن و رایان نیسانی، دو چهره موفق جامعه ایرانی. افتتاح دیلرشیپ هومن اکورا به اطلاع عموم میرسانند. به مناسبت افتتاحیه هومن اکورا، اکورا MDX ماهانه فقط $329 و اکورا ILX با ماهانه فقط $169. تلفن رایگان 1-800-519-9386 1-800-519-9386. Advertised vehicles subject to down payment, tax, and license fee. Lease offers with 10,000 miles per year, 25 cents penalty per mile, 730 plus credits for Hooman Acura in Santa Monica. Hooman Acura. فریبرز داوودیان تقدیم میکند: تئاتر کمدی انتقادی اجتماعی مذهبی عرفانی و روحانی آدم و حوا بر اساس یک افسانه حقیقی با شرکت افتخاری خدا. من یک موجودی میآفرینم باهوش، جذاب، خوش اخلاق، درست مثل خدا. شیطان: این باغی که خدا اینقدر پوزشو میده همینه، اینجا که خبری نیست، یک مشت حیوان و چند تا درخت. آدم: حوا سیب خوردی؟ تو حالی هست با کی طرفی؟ خدای بزرگ و بخشنده و مهربان پدرمون رو در میاره. و حوای زیبا: و
فقط واسه یه لحظه جفتگیری کردن با تو به چه روزی افتادم. چاق شدم، زشت شدم، حالا از خودم به هم میخوره. آدم و هوا، یک شنبه 20 نوامبر در ویلشیر ایبل تیاتر، فروش بلیط در adamandhava.com adamandhava.com، تلفن 424-276-303 424-276-303. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. پیامی از رادیو ایران. ما ایرانیان به طور سنتی ریخت و پاش، دور ریختن و هدر دادن را دوست نداریم. هم نسلان من یادشان هست که بازیافت یا ریسایکلینگ همیشه در ایران رایج بود و ما نیز چنین فرا گرفته ایم. اکنون که کالیفرنیا به دلیل خشکسالی نگران کننده نیاز به همفکری و یاری ساکنانش دارد، ما ایرانی تباران نیز باید همراه با سایر شهروندان این ایالت در مصرف هرچه کمتر آب بیشترین همت و توان خود را به کار گیریم تا این سرمایه گرانبهای دور از دست سرس را هدر ندهیم. امروز آب را حفظ کنیم تا فردا شرمنده فرزندان خود نشویم. حفظ آب، حفظ زندگی است. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. بازتاب خبر. خب یاران، در این بخش از برنامه به شرق آمریکا میریم و با آقای احمد باطبی، فعال حقوق بشر ایرانی مقیم آمریکا و روزنامه‌نگار صحبت میکنیم به دو مناسبت. یکی اینکه روز دوم نوامبر روز جهانی پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران نامگذاری شده و دومم این انتخابات اخیر آمریکا و مقایسه در واقع نحوه واکنش خبرنگاران معترض به انتخابات در ایران و به انتخابات در آمریکا رو دوست داشتیم از آقای احمد باطبی بشنویم که در وقایع 18 تیر 1378 ایشون دانشجو بودند و چند بار دستگیر شدند و به دلیل چاپ عکسشون روی مجله اکونومیست حکم اعدام از دادگاه انقلاب برشون صادر شد و مدت‌ها در زندان بودند و به خوبی میتونن برای ما این قضیه رو تجزیه تحلیل بکنن. صبح شما بخیر آقای احمد باطبی. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مرسی که به من فرصت دیدین که در خدمتون باشم. خواهش میکنم. این قضیه دوم نوامبر و روز جهانی پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران چیز تازه ایست آقای باطبی یا از قبل هم بوده این روز؟ مدتی است که برجسته شده، اما به طور کل تمام مباحث مربوط به مقوله حقوق بشر و تحرکات صنفی از این دست، کلا قراردادهای جدید اجتماعی که لااقل در 10 سال 15 سال اخیر به این سو بهش تمرکز شده. قبل از این ازتون اجازه میخوام که به من یک وقت کوتاه بدید. من یک آماری رو برای شما بخونم که یک اوپنینگ خوبی خواهد بود و یک چشمانداز کلی میده به این که کلا مقوله روزنامه‌نگاری در چه وضعیتی قرار داره و چرا اصلا بحث برداشته شدن مسئولیت مطرح میشه. حتما این کارو بکنید. خواهش میکنم. آماری است که لااقل از دهه 90 به این سو به شکل جدی ثبت میشه و این آمار مورد تایید جامعه دفاع از روزنامه‌نگاران هست. در وبسایتش هم به شکلی از این آمار به اصطلاح مطرح شده
در سال 2016 تا الان که ما به صدا گذروندیم 37 روزنامه نگار کشته شدن و دو نفرشون علاوه بر این 37 تا هنوز تایید نشده. از تعداد به صدا آدمی که کشته شده، دستبندی که از مشکلاتی که برای اینا مطرح شده کردن، گفتن که 5% اینها به خاطر دلایل بیزینسی کشته شدن، یعنی در سفر کاری رفتن به یک دلیلی کشته شدن. 19% برای کراپشن کشته شدن، 19% برای کرایم، 14% به خاطر مسائل فرهنگی، یعنی دنبال مسائلی رفتن که به مقوله فرهنگ مربوط میشد و بالاخره هزینه پرداخت کردن و توسط آدمایی که به اصطلاح درگیر بودن با اون موضوع خبری کشته شدن. مقوله هیومن رایتس بوده، یعنی زندانشون کردن، 19% بود. مسائل سیاسی 43%. 5% از خبرنگارای سال 2016 به خاطر درگیری‌های ورزشی کشته شدن و 73%شون به اصطلاح به خاطر جنگ، یعنی خبرنگارای جنگی بودن. در سال 2015 هم رقم کشته شده 72 نفر بود که 25 نفر علاوه بر این مورد تایید نیست که کشته شدن یا نشدن. در 2014 هم تعداد کشته شده 61% و 20 نفر باز مورد تایید نیست. کشورهایی که به اصطلاح این کشتار درش صورت گرفته، در درجه اول سوریه بود با 10 نفر، عراق بود در سال 2016 عرض میکنم، بله بله، عراق بود با 5%، یمن بود با 5 نفر، افغانستان بود با 3 نفر، لیبی با 3 نفر، ترکیه با 2 نفر و تا آخر. جالب اینجاست که در سال 2015 اسم ایالات متحده هم در کشورهایی که روزنامه نگار در اون کشته شده اومده با 2 نفر. و در 3 سال گذشته جنگ همیشه مقوله اول بود که روزنامه نگاران در اون هزینه پرداخت کردن و کشته شدن، دوم مسائل سیاسی بود و سوم هیومن رایتس بود. از سال 92 به این سو که این آمار به شکل جدی داره ثبت میشه، کمترین میزان کشته مربوط به سال 2002 بود، یعنی 21 کشته، و بیشتریش مربوط به سال 2009 بود با 75 کشته. بنا به همین دلیل که برای به همین آماری که من خدمتتون گفتم، روزنامه نگاری بسیاری از کشورها به عنوان شغل پرخطر یا شغلایی که به اصطلاح امنیت درش وجود نداره، هم به لحاظ امنیت شغلی و هم امنیت جانی به حساب میارن، جزء مشاغل سخت به حساب میارن و به اصطلاح براش یک بنفیت بیشتر در نظر میگیرن. دو بخش از این داده های آماری نسبت به بقیه برجسته ترن، که یکی مقوله فساده، یکی مقوله سیاسته، که بسیاری از کشورها با اون درگیرن. به مدرن بودن اون کشور یا به جهان سومی بودنش هم چندان مربوط نیست و به لحاظ آماری هم این آماری که من خدمتتون خوندم، بیشتر روزنامه‌نگار قربانی شده در این دو دسته‌بندی به اصطلاح قربانی شدن. حالا این بحث مطرح میشه که چطور میشه از حقوق روزنامه‌نگاران در این حوزه دفاع کرد. طبعا پیگیری حقوقی یا پیگیری قضایی یک کار به اصطلاح هزینه بر و دارای خرج فراوانه، یعنی باید یک سازمانی باشه که به صورت رسمی بتونه پیگیری بکنه مقوله ضایع شدن حقوق روزنامه نگاران رو و هم بتونه پول دادگاه، مخصوصا در کشورهایی که مثل آمریکا، کشور اروپایی که هزینه وکیل زیادی، این هزینه رو پرداخت بکنه. برخی از کشورهای اروپایی که سازمان یافته تر عمل میکنن تا حدی این پشتیبانی رو انجام میدن، ولی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه مثل ایران از این به اصطلاح موقعیت بهره مند نیستن. ما انجام صنفی روزنامه نگاران در ایران داشتیم که تعطیل شد، اخیرا البته اجازه دادن که انجام صنفی تهران به اصطلاح ایجاد بشه، که هرچند همون فعالان قدیمی به اصطلاح وارد شدن ولی بسیار محدود و دست و پا بسته نسبت به گذشته عمل میکنن و بیشتر هم حقوق صنفیشون هست، نه حقوق بتونن حقوق قضایی یا تهدیدهایی که از جانب نهاد قدرت بهشون اعمال میشه رو به اصطلاح پیگیری بکنن. گزارشی که گزارشگران بدون مرز داده در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در سال 2016 فکر میکنم کامل ترین گزارشی که توی این فاصله زمانی لااقل منتشر شده. در گزارش سال 2016 این سازمان گفته شده که از بین 180 کشور ایران به لحاظ آزادی مطبوعات در رتبه 169 قرار داره، یعنی چند کشور آخری است، و تاکید کرده که جنگ قدرت در ایران و سیاست ارعاب و شیطان سازی و همچنین
نفوذ رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و سپاه در مقوله مطبوعات بزرگترین مشکل آزادی مطبوعات در ایران هست. و به شکلی که 34 روزنامه‌نگار زندانی که الان در حال حاضر در زندان هستن، دو تا هم اضافه شده از آخرین گزارش تا الان، درگیر در واقع همین مسئله در داخل ایران بودن. در گزارش همین گزارش سال 2016 اومده که کشورهای اروپای غربی از جمله فنلاند، هلند و نروژ بهترین وضعیت رو دارن از رتبه اول تا دوم، و سه کشوری که خود گزارش اونها رو کشورهای جهنمی نامیده، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره است که وضعیت بسیار نامناسبی داره. بله، خبرنگار و روزنامه‌نگار. بله، این به این معناست که به هر حال روزنامه‌نگاری نیاز به حمایت داره. اما اگر واقعا بشه، یعنی قرار باشه به لحاظ حقوقی مطرح بشه بحث برداشته شدن مسئولیت، این در حد یک سازمان صنفی یا یک سازمان بین‌المللی مدافع روزنامه نگاری نیست، برای اینکه بسیاری از این سازمان از جمله همین گزارشگران بدون مرز یا جامعه دفاع از روزنامه نگاران بزرگترین کاری که میتونن بکنن دیدبانی مقوله آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران است، نه پشتیبانی حقوقی. و برای اینکه بشه مسئولیت رو برداشت، اگر از من میپرسید، با این تجربه اندکی که من توی مقوله حقوق بشر پیدا کردم و نهادهای بین‌المللی به هر حال لفظ اومده جزئی داشتم و شناخت دارم، تنها راهش اینه که این مقوله در سازمان ملل مطرح بشه در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشر، مثل جنایت جنگی، مثل مقوله نسل کشی، مثل لزوم آموزش و پرورش، این مسئله مطرح بشه. البته توجه بیشتری رو جلب میکنه، ولی سازمان ملل هم نوعی به چیز ندونه، یعنی در واقع نمیشه امیدوار بود که اون هم قدرت اجرایی داشته باشه، فقط توصیه است که درسته، یا میتونه قدرت اجرایی داشته باشه. آقای باطبی، ببینید، کلا مقوله حقوق بشر چندان ضمانت اجرایی نداره. در واقع خیلی خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که سازمان ملل یک دولتی رو محکوم بکنه و محکومیت های متعدد باعث بشه که تعهد به اصطلاح مضاعفش بیاد و به اصطلاح شاید یه تحریمی چیزی اعمال بشه برای بهتر شدن وضعیت. ولی به هر حال این یه گامه. یعنی این که به غیر از این راه دیگه ای وجود نداره. ما در دنیا هیچ دادگاهی نداریم که به طور مشخص مثلا یک حکومتی رو به خاطر سرکوب روزنامه‌نگاران به اصطلاح تحت فشار قرار داده باشه اصلا بتونه بگه. این مقوله های پیچیده حقوق بین الملل است که به حال از حوزه تخصص منم خارجه، ولی من گمان میکنم به شخصه اگر که بره به این سمت که به حال عرض کردم هم اول صحبت هم خدمتتون که مقوله حقوق بشر پدیده جدیدی است در تمام حوزه ها، پدیده جدیدی است، بحث های جدیدی است که لااقل بعد از جنگ جهانی دوم به شکل جدی بهش پرداخته شده یا کشورهای حتی اروپایی متعهدانه تر نسبت بهش برخورد میکنن. این بحث هم بحث جدیدی است که تا مطرح نشه راه حل حقوقیش پیدا نمیشه. بنابراین من گمان میکنم اگر که روزنامه نگاران به صورت جدی، همونطور که برخی از سازمان ها هستن فعالا در حاشیه سازمان ملل قربانیان نقض حقوق بشر رو دعوت میکنن به سازمان ملل تا کشورهای مختلف حرفاشون رو بشنون، این مقوله رو در دستور کار قرار بدن، روزنامه نگاران رو دعوت بکنن تا گزارش وضعیت آزادی مطبوعات یا وضعیت روزنامه نگاران رو در کشورهای خودشون مطرح بکنن تا کشورهای تاثیرگذار یا صاحب تصمیم بشنون، طبعا راه به اصطلاح مثبتی خواهد بود. البته میشه این کار، ولی بسیار کمتر نسبت به شقوق دیگر مسائل حقوق بشه. شما فکر میکنید که حرکتی در این جهت، همین که در واقع آرزوی شماست یا خواسته شماست، انجام شده؟ یعنی شروع کردن به اینکه به سازمان ملل نامه نویسی بکنن، مکاتبه بکنن، صحبت بکنن، ارتباطی برقرار بکنن که این رو به جزء دستورالعمل کار سازمان ملل هم بذارن، حمایت از روزنامه‌نگاران رو؟ آقای باطبی، ببینید، تا حدی شده. ما تا مقوله روزنامه‌نگاری یک ویژگی داره که یک مقدار جدا میکنه با بحث‌های دیگه حقوق بشری، ولی میگم به اصطلاح مشکل ساز هست. روزنامه‌نگاری در درجه اول یک حرفه محسوب میشه، حرفه‌ای که در واقع استریم در واقع دو جهت درش هست. مثلا ما اگر روزنامه‌نگار خوب داشته باشیم طبعا، یا رسانه‌های مستقل و متحد داشته باشیم طبعا رسانه‌های بسیار متحدی خواهند بود، و اگر اونقدر باشه بد باشن فاسدترین خواهند بود. معمولا این وسط نیست، برای همین یه مقداری
احتیاط به خرج میدن. تمام کسایی که میخوان به اصطلاح حوزه روزنامه نگاری نگاه حقوقی یا دفاع از حقوق به اصطلاح صنفی داشته باشن. این مورد اول. مورد دوم، بسیاری از ناقضان حقوق شهروندی، حقوق بشر و البته آزادی مطبوعات که جزی از اون هست، پشت بحث صنفی روزنامه نگاری قایم میشن. یعنی اگر که بحثی پیش بیاد میگن اینا جناحی هست، این روزنامه نگارا جناحی هستن، این روزنامه نگارا برای پول همچین چیزی رو می‌نویسن، این روزنامه نگارا وابستگی فکری یا تشکیلاتی به یک جریان سیاسی دارن، و تفکیک کردن این روزنامه نگارا از این بحث ها مقدار واقعا سخته. اینه که مقدار قضیه رو پیچیده در میکنه. من اگر واقعا اگر من میتونستم یک روزی کاری انجام بدم، یک انجمنی ثبت میکردم و روزنامه نگارانی رو از سراسر دنیا، از هر کشوری عضو میگرفتم و به طور مشخص به بحث این که چطور میشه در واقع حقوق صنفی و کاری رو از بحث حقوق بشر جدا کرد، آزادی مطبوعات جدا کرد و هر کدوم رو به شکل علمی و حقوق چطور میشه تعریف کرد، اولی همچین سازمان ایجاد میکنم تا این بحثای تئوریک رو به اصطلاح آماده بکنه. زیادم طول نمیکشه قطعا. بعد دو سه سال بعد اینها رو توی سازمان ملل مطرح میکردیم و از کشورها میخواستیم که این بخشم از مقوله دفاع از روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات رو در دست و کارشون قرار بدن. یک دنیا از شما سپاسگزارم آقای احمد باطبی بابت همه این اطلاعات ارزنده‌ای که به ما دادید و موفق باشید برای اون خواسته‌ای که دارید و امیدواریم انجام بشه هرچه زودتر. ممنون از شما خانم، مرسی که این فرصت رو به من دادین. برای آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30. نگاهی نزدیک به سینمای جهان. Keep your friends close, but your enemies close. با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران. Close up. همین چهار شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر خانم هدایت در مورد امور حسابداری و پرداخت مالیات کمتر به آیارس از راه های قانونی با شما گفتگو خواهند کرد. همین چهار شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر با خانم هدایت. It only takes a minute to find out if you may have prediabetes and you can do it at doihaveprediabetes.org. But you're probably not going to, are you? Kids, work, listening to the radio. You're busy. Which is great, because busy people can't get prediabetes. Oh my, I read that wrong. They can. Should have worn my glasses. So visit doihaveprediabetes.org and take a short test, because prediabetes can be reversed. Brought to you by the Ad Council and its Prediabetes Awareness Partners. اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید. من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا. 1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com. از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه، برنامه ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM. اگر قیمت بیمه شما بالا رفته، اصلا نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939. Get social with 670 AM KIRN. We'd like to hear from you. Join us on social media. Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670amkirn.
خیانت در امانت نه تنها بر ضد فرهنگ ماست، بلکه بر ضد قوانین کالیفرنیا است. اگر در شرکت شما صداقت وجود ندارد و به شما صدمه اقتصادی خورده است، حتما با ما تماس بگیرید. دکتر فریبرز نژادپور، وکیل آشنای شما. 213-632-5297. با یک تیر دو نشان بزنید. به هدف بزنید و به مدتی محدود با خرید دو بسته برنج خوشمزه و باسمتی دونات فستیوا، یک روغن هسته انگور خالص 1.5 لیتری صدف مجانا دریافت کنید. از این فرصت محدود استفاده کنید. دو برنج باسمتی دونات فستیوا بخرید و یک روغن هسته انگور خالص 1.5 لیتری صدف مجانا دریافت کنید. چون برنج باسمتی دونات فستیوا عطر و طعم عالی برنج شالیزارهای ایران را می‌دهد. رادیو را Radio Iran. یک کلام بشنو از اطرت خانم. اطرت خانم عزیز و نازنین، صبح شما در شهر لس آنجلس، شهر فرشتگان بخیر و رسیدن شما بخیر. صبح شما بخیر، قربان شما. شما خوبین؟ من خیلی خوبم، شما چطورین؟ منم بد نیستم به لطفتون، مرسی. بعد ما در خدمتون هستیم، بفرمایید. امروز من راجع به یه مسئله میخوام صحبت کنم که خیلی رواج داره در شهر شما. البته باز ببخشید که من اونایی که باید بفهمن میفهمن، مال اونجاست، مال ما نیست. این به خدا مال شماست، حالا دارم میگم برات. ولی حواستون باشه که امروز تو شهر ما اید، امروز فردا. آخ میدونم، نه حرف بد نمیزنم، نه اینو فقط اونایی که خیلی دانان میدونن این چیه این مطلب. خیلی خب، ما در خدمتتونیم. بعد من یه دوستی دارم که سالهاست در کار روزنامه نویسیه، خیلی هم فعال و با تجربه است. چند روز پیش به من زنگ زد، گفت که میخوام با من میخواد راجع به تصمیم مهمی صحبت کنه. به دیدارش رفتم و پای صحبتش نشستم و به من گفت که تصمیم گرفتم که نوع کارم رو عوض کنم، نه اینکه کار روزنامه نویسی رو که خیلی هم به اون علاقمندم کنار بذارم، بلکه تصمیم گرفتم که از فوش دادن و مردم رو به جون هم انداختن توی روزنامه ها صرف نظر کنم و راه تازه تری رو پیش بگیرم که هم مردم پسند باشه، هم قابل باور و هم ماندگار. کنجکاو شدم و پرسیدم خب این چه کاریه؟ باید خیلی جالب باشه. دوستم گفت ببین، یه آدمایی که این ور آب زندگی میکنن، منظورم این جماعت قریب قربت زده مثل خودمونه، اینا اونقدر گرفتار پوند و دلار و مارک و یورو هستن که تاریخ و سن و موقعیت آدمو از دستشون در رفته، یا به دلیل اینکه پا به سن گذاشتن یا دچار دیمنشیا شدن، آمار و اتفاقات رو درست به خاطر نمیارن. گفتم این چه ارتباطی به کار تو داره؟ دوستم گفت نکته همینجاست که باید از این آب گلالود ماهی گرفت. این منه که خاطر نویسیه. دیشب با شوهرم مشورت میکردم، از این که دید من بالاخره دارم راه و رشته مورد علاقم رو دنبال میکنم خیلی خوشحال شد و تشویق کنان پرسید که خب عزیزم، حالا اولین آدم خوشبختی که قراره تو با اون مصاحبه کنی کیه؟ پشت چشم نازو کردم، گفتم البته چند نفرن، تو در انتخاب اونا باید به من کمک کنی. شوهرم با مهربانی گفت باشه عزیزم، برای کمک به تو هر کاری میکنم. گفتم نفر اول ده خداست که مصاحبه با اونو در سالهای قبل انجام دادم و متن گفتگومونم توی کاغذان پیدا کردم، حالا میخوام اونو تنظیم کنم و برای چاپ بفرستم. شوهرم با مهربانی خیلی با من حرف زد و خیلی احساس کردم که فکر کرده من به سرم زده یا دیوانه شدم. این بار خنده مصنوعی کرد و گفت خب شما در چه سنی با خدا مصاحبه کردید؟ گفتم اگه یادت باشه ما سال اول دانشکده بودیم که ده خدا فوت کرد. بچه ها شلوغ کردن و برای تشییع جنازش به خونش رفتن. دولت هم خوشحال نبود. اما من وقتی با اون مسابقه کردم تازه کار لغتنامه رو در دست گرفته بود و اشکالاتی داشت که با من مطرح میکرد. سعی میکردم این دروغا رو طوری سرهم کنم که شوهرم متوجه نشه. شوهرم گفت در چه موردی با اون مسابقه کردی؟ بادی به قبقب انداختم و گفتم معلومه دیگه، در مورد لغتنامه عزیزم. اونقدر از بعضی لغتهایی که با معناهای متفاوت آورده بود ایراد گرفتم و اونو تصحیح کردم که برگشت و به من گفت که حیف که یک دختر جوان هستی، وگرنه به جای دکتر ماین تو رو می آوردم که با من کار کنی. شوهرم که نمیتونست خندش رو کنترل کنه گفت میدونی اگه در 60 سالگی ده خدا هم با اون مصاحبه کرده باشی، جوان که چه ارز کنم، بی زحمت بچه 5 ساله بودی. بعد با عصبانیت گفت خانم
خجالت بکش، برو فردا صبح اول وقت خودتو به دکتر نشون بده، حسابی به سرت زده. گفتم بابا کجای کاری، کسی بیکار نیست که بشینه حساب سن من و ده خدا رو بکنه، هر چی بگم مردم قبول میکنن. بعد بدون اعتراض به داد و فریاد و صحبتهای اون گفتم باور کن، حتی اگه من الان بگم با آقا محمد خان قاجار هفته پیش مصاحبه کردم، بازم باور میکنن. شاید از روی ادب به روی خودشونم نمیارن که بلوف میزنم. وقتی صحبت من تموم شد دوستم گفت ولی یادت باشه که همه مردم دیمنشیا ندارن، همه مردم هم بیسواد نیستن، تاریخ هم خیلی خوب کنار هم میذارن و اتفاقات رو میشناسن و حقیقت رو از دروغ تشخیص میدن. و وقتی آدم های پر روی مثل تو اینطور دروغ های شاخدار سر هم میکنن، طولی نمیکشه که دستشون رو میشه. وقتی نصایح دوستم تموم شد با بی‌تفاوتی گفتم من به این حرفا اهمیت نمیدم، مهم اینه که بنده باید تشریف داشته باشم، یعنی همه جا تشریف داشته باشم، در هر رشته ای تشریف داشته باشم، قضاوت شما و امثال شما هم برای من اهمیتی نداره. دمتون گرم. خیلی هم ممنون از شما. واقعا شما سن منو بالا هم میذارین ببینید در چه سنی من مصاحبه کردم. یادتون میاد من مثلا 5 سالم بوده یا 20 سالم بوده؟ والا من چون جزء طایفه فوزولا هستم، روزنامه‌نگار میگه فوزولا. من ممکنه بله. ولی دیگه نمیدونم. شما ماشاءالله انقدر باهوش و فهمیدین که آره من بقیه رو میگم، شما نمیگم. نه حرفتون درسته، خیلی حرفا رو میشنوند و واقعا به عمقش هم توجه نمیکنم، فقط اون خبر براشون مهمه و اون کاری که طرف داره ادعا میکنه کرده و اونم دیگه قبولش میکنن و در طرف رو در روی چشمشون و در جاهای بالا بالا میشونن به عنوان یک محقق و پژوهشگر. بله متاسفانه بله. از تمام این ماجراها ما خبر داریم. در هر حال قدم شما رو به لس آنجلس خوش آمد میگم بهت خانم، و امروز بعد از ظهر علاقمندان و دوستداران شما و آقای دکتر الهی ساعت 4 به مورگن ویکسن تئاتر خواهند اومد که شاهد رونمایی کتاب جدید آقای دکتر الهی باشن و شما و دکتر الهی رو از نزدیک ببینن، که میدونم مشتاقان بسیاری دارید. ما بیشتر مشتاقیم. در خدمتتون خواهم بود بعد از ظهر. روز شما بخیر. ممنونم.
KIRN 670 AM Radio Iran. یک محیط گرم، دلپذیر، دوستانه و صمیمی را در دیزین پرژن کوزین تجربه کنید. دیزین واقع در شهر رسیدا سالم‌ترین و خوشمزه‌ترین غذاهای خانگی را در محیطی به آرامش و صمیمیت خانه به شما ارائه می‌دهد. تجربه در این رستوران بی‌نظیر ایرانی را می‌توانید در مقاله در LA Times بخوانید. دیزین دارای 5 ستاره در وبسایت یلپ 818-697-5737. دیزین. پیامی از رادیو ایران. عادت کرده بودیم که برای آب حیات و آب زمزم حسرت بخوریم و نمی دانستیم همین آبی که با آن روبرو هستیم آب حیات است. حافظ درباره آب و درباره ولی خوشسال لس‌آنجلس می گوید که رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. به حافظ احترام بگذاریم، به آب احترام بگذاریم، مبادا که بگوییم زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. قدر آب را بدانید. حفظ آب حفظ زندگی است. این قسمت از برنامه را خانم ژیلا از ژیلا اینشورنس سرویسز دریافت کننده بهترین انواع بیمه به شما تقدیم می کند. 424-999-ژیلا-08. Dear John, I'm leaving. Uncontrolled high blood pressure is serious and I can quit whenever I want. Why can't we get back to when you checked on me? I don't want to leave, but remember, when I quit, you quit. Sincerely, your heart. Listen to your heart. Don't let it quit on you. High blood pressure can lead to a stroke, heart attack, or death. Get yours to a healthy range today. Find out how at heart.org/bloodpressure. A message from the American Heart Association, the American Stroke Association, and the Ad Council. به به، دوغ بی بلوس. هیچ چیز دوغ بی بلوس نمیشه. یادتونه قدیما تو تهران میرفتید فرهزاد و درکه، کنار کوه پای تخت لب چشمه میشستید و چلو کباب سفارش میدادید؟ چلو کباب بهتون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو باهاش نوش و جان نمیکردید. انگار تمام عطر و بوی طبیعت توی اون دوغ سالم و خوشطعم و کاملا طبیعی جای داده شده بود. الان هم توی لس آنجلس هیچ چیز طعم دوغ بیبلوس رو نداره، چون همه دوغ از شیر و ماست طبیعی و بدون هورمون و مواد افزودنی تهیه میشه. نوشته های پشت بطری دوغ بیبلوس رو بخونید، دوغ های دیگر رو هم بخونید تا متوجه بشید. دوغ بیبلوس تنها دوغیه که شما رو یاد دوغ های خانگی ایران میندازه. دوغ بیبلوس در 4 سایز 16, 32, 64 اونسی و 1 گالونی. You tried the rest, now try the best. فروش در کلیه فروشگاه های ایرانی. ارائه دیگر از شرکت کراجیان. As a doctor, I see patients every day who are losing their vision to age-related macular degeneration, also known as AMD. If you have blurry vision or blind spots, they can be symptoms of AMD, and if untreated, could lead to blindness. The good news? AMD can be managed with effective clinically approved treatments that may reverse some vision loss. For free AMD information, contact the Foundation Fighting Blindness at 1-800-BLINDNESS. That's 1-800-BLINDNESS. There is a cure in sight. ایرانیان هاتلاین پربیننده ترین وبسایت ایرانی آمریکایی با 13 سال سابقه. لیست برنامه ها. ایرانیان هاتلاین. لیست متخصصین. ایرانیان هاتلاین. و سرویس های دیگر. iranianhotline.com 888-611-5478. You are listening to INA. INA. برنامه از داریوش اقبالی هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN. هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو. AM لس آنجلس. شدی که غرورت
داره کورت میکنه، این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنه، این که یادت بره کی بودی قدیم، ممکنه هر کسی رو پس بزنه، یه حباب گنده میترسه همش نکنه کسی بهش دست بزن. واسه دیده شدنه، یه ستاره است که به خاطر غرور تا فراموش میشه سوسو میزنه، بیا فکر کن که چرا چی شد الان، تو رو هر جا که میری میشناسن، از اضافه سخت و اومدی که هنوزم خستگیش تو تنته، هرچی گفتم با تموم تلخیاش یه تلنگر واسه یه بودنت، یادت live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب یاران، به ساعت دوم برنامه امروز 12 ماه نوامبر سال 2016 میلادی برابر با 22 آبان ماه 1395 خورشیدی خوش آمدید.
از سر میز صبحونه بلند نشید، بریم ببینیم که بقیه برنامه چگونه خواهد بود. در محضر استاد. یارا خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه به سراغ یک نویسنده مشهور ایرانی میریم و در مورد برنامه‌ای که در شهر ما، در شهر لس آنجلس دارن، با ایشون گفتگو میکنیم. آقای حسین مرتضاییان آبکنار که فارغ التحصیل رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند و تا کنون هم دو مجموعه داستان به نام کنسرت تارهای ممنوعه و عطر فرانسوی از ایشون چاپ شده و یک رمان به نام عقرب روی پله‌های راهن اندیمشک یا از این قطار خون میشه که قربان. حسین آبکنار برنده جایزه کتاب سال شدند به خاطر همین رمانشون و جایزه های بنیاد گلشیری، مهرگان ادب، جایزه ادبی واو رو گرفتند، ولی مدت هاست که در خارج از کشور به سر میبرند. برای یک فلوشیپی که از دانشگاه نوادا گرفتن از سال 2014 و در سال 2013 هم دریافت یک فلوشیپ از دانشگاه هاروارد براشون امکان پذیر شد و یک سالی ساکن بوستون بودن، الان به ما نزدیکتر شدن، در نوادا هستند و در بخش دوم ماه نوامبر، یعنی از امروز به بعد، در شهر لس آنجلس و در دانشگاه یو اس سی یک کلاس نویسندگی رو برقرار کردن که در مورد اون ازشون سوال میکنیم و میدونم که کسانی که علاقمند به نویسندگی خلاق هستن، Creative Writing Workshop، حتما از این برنامه استقبال خواهند کرد. آقای آبکنار، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام بر شما و دوستان عزیزی که گفتگو رو میشنوم. خیلی خوش آمدید به شهر فرشتگان و از اینی که این فرصت رو به علاقمندان نویسندگی دارید میدید که کلاس در واقع نویسندگی رو براشون برقرار کردید در دانشگاه یو اس سی. سپاسگزاریم ازتون. میدونم که بسیاران اینجا علاقمند هستن که در چنین کلاس‌هایی باشند و شهرت کلاس‌های شما در ایران به اینجا رسیده بود و ما میدونیم که یکی از در واقع پرخواهان‌ترین کلاس‌های نویسندگی رو در ایران داشتید. بفرمایید که چگونه شد که تصمیم گرفتید این کلاس‌ها رو که در 4 جلسه خواهد بود و جمعا 32 ساعت در شهر لس آنجلس و در دانشگاه یو اس سی برگزار خواهید کرد؟ بله، قبلش بگم که خب منم خیلی متشکرم از لطف شما و دوستان، چون من خودمم خیلی دلم تنگ شده بود برای تشکیل کلاس های اینجوری، چون خب چند سالیه که از ایران دورم و موقعی که ایران بودم من چندین کلاس داشتم تو مؤسسه های مختلف، تو نشریه های مختلف و جلسات خصوصی داستانخوانی داشتیم. اینجا خب من 2-3 سالی بود که اومده بودم، من درگیر نوشتن رمان خودم بودم، خیلی فرصت نمیشد برای تشکیل کلاس اینجوری، ولی دوستان که پیشنهاد دادن منم خیلی استقبال کردم و خوشحالم که به زودی در واقع این کلاس های ادامه خواهد داشت. در واقع امروز بعد از ظهر اولین جلسه کلاس شما خواهد بود در دانشگاه یو اس سی، امروز و فردا و بعدم شنبه و یک شنبه هفته آینده 19 و 20. کسانی که تا به حالم ثبت نام نکردن حتما امکان این هست که بیان اونجا و در جا در محل ثبت نام بکنن. آقای آبکنار، درسته؟ بله بله بله. در واقع کلاس ها به این شکل که به شکل کارگاهی برگزار میشه. خب من یه تجربه 12-13 ساله دارم در واقع همین کلاس ها این کارگاه ها و هر جلسه مستقل در واقع یک بحثی رو ما انجام میدیم و به انتها میرسونیم. حالا این دوره که کمی فشرده است قراره که توی 4 روز برگزار بشه، ساعتاش خود طولانی تر خواهد بود ولی مباحثمون کاملا مشخصه. من یه طرح درس کاملا مشخصه دارم که سالها در واقع با همین روش کار کردم و جوابای خوبی گرفتم خوشبختانه و دوستانم راضی بودن در اینجای کار. بله، به همین دلیلم میدونم که بچه های دانشجویان ایرانی دانشگاه یو اس سی که سایتی دارن در اینترنت www.uscpacsa.org میتونید اطلاعات لازم رو در این سامانه بگیرین و
دانشجویانی که دارن همکاری میکنن که این کلاس های آقای آبکنار برگزار بشه و کسانی که دوست دارن در این کلاس ها شرکت بکنن میتونن به شما از طریق اون سایت اطلاعات لازم رو بدن. کلاس ها در 4 جلسه همونطور که گفتم و هر جلسه 8 ساعت خواهد بود و به صورت فشرده برای علاقمندان به نویسندگی برگزار میشه. آقای آبکنار، در فلوشیپی که در دانشگاه نوادا دارین مشغول نوشتن یک رمان جدید هستین. این رمانتون به زبان انگلیسی خواهد بود یا دارید به زبان فارسی می‌نویسین؟ من در واقع به مدت طولانیه که من مشغول نوشتن این رمان هستم. من به فارسی می‌نویسم و در واقع الان دیگه آخره خود رمان هستم و به زودی تموم میشه. و خوشبختانه که از مترجمه های خوب فارسی و انگلیسی خانم سارا خلیلی قراره که این کار ترجمه کنن و فعلا 2 فصلش هم ترجمه کردن، چون من چند جا داستان خونی داشتم و این 2 فصل رو در واقع اونجا خوندم. به فارسی می نویسم ولی به زودی به انگلیسی ترجمه خواهد شد، چون یک ناشر امریکایی قراره که چاپش کنه. چقدر عالی. پس برای دوستانی که جوانانی که فارسی نمی خونن این امکان هست که با شما از طریق ترجمه کارتون، البته کار دیگرتون هم مثل که قبلا به زبانهای فرانسه و آلمانی و کردی و چینی و چک ترجمه شده و ترجمه های انگلیسی هم به زودی امکان پذیر خواهد بود و در دست است. دوست داشتم که در مورد فیلمنامه کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته آقای بهمن قبادی که شما نویسندش بودیدم با ما صحبت بکنین. این کار شما هم جایزه گرفته. شما هر کاری کردین جایزه گرفتین آقای بابتش. خب این یه کار سینمایی بود. من چند تا کار سینمایی انجام دادم، حالا این معروف ترینشه. این کار خاصی بود، درباره موزیک زیرزمینی ایران بود و راستش رو بگم خود من وقتی وارد این پروژه شدم و کار تحقیقاتیش رو انجام دادم، چون خیلی مستند این کار، بله در واقع به این گروه های مختلفی که تو ایران فعالیت میکنن سر زدیم، جوانایی که مشغول کار موزیک هستن. و من خودم شگفت زده شدم وقتی که این انبوه این جوانه علاقمند رو دیدم که دارن کار موزیک میکنن و در حد عالی، در حد خیلی خوب. گروه های اینقدر زیاد بود که باور کنید که اصلا تو انتخاب گروه هایی که قرار بود توی فیلم باشن ما چون مشکل بودیم، اینقدر گروه های خوب زیاد که نهایتا چند تا گروه فقط انتخاب شدن. ما رو خوشبختانه بازتاب خوبی داشت این فیلم، خیلی جاها نمایش داده شد و خوشبختانه جایزه کنم گرفت. من حتی یکی از فیلم نویسا بودم، اما صحنه ها و سکانس هایی که لازم بودی نیاز به متن نوشتاری داشت من همکاری میکردم. خیلی تکاش مستند بود، یعنی زندگی واقعی خود این بچه های هنرمند بود. بله دیدیم فیلم ها، فوق العاده فیلم قشنگی بوده. بابتون به شما تبریک میگم آقای آبکنار. آقای قبادی، من فراموش کردم از شما ساعت شروع کارگاه رو بپرسم. ساعت 11 صبح تا هفته بعد از اون در واقع. خب اون وقت محلش رو میتونید به ما بگید؟ من در دانشگاه یو اس سی به کجا باید مراجعه کنم یا همه این اطلاعات در همون سامانه uscpaxa.org هست؟ همه اطلاعات اونجا هست، حتی تلفظ میکنم خود نقشه‌ام در واقع زمینه کردن اونجا، دوستان میتونن نقشه‌ام ببینن در خود دانشگاه. بسیار عالی. در پیرو این برنامه‌ای که گذاشتید، آیا آنچه که میخواید به بچه هایی که، یا بچه ها رو که شوخی میکنم، به کسانی که در این کلاس یا کارگاه شرکت میکنند آموزش بدید دنباله هم خواهد داشت؟ یعنی این یه قسمت، یه کارگاه دیگه بود به دنبال اون مثلا بعد از مدتی این برقرار خواهید کرد، یا اینکه هر آنچه که فکر میکنید که برای شروع کار نویسندگی خلاقه دوست نیاز دارند افرادی که علاقمند هستن میتونن از این کارگاه بهره بگیرن و کامل بکنن آموزششون رو؟ من یه آره توضیح خود مفصل‌تر بدم. من واقعیتش اینه که خیلی به کارگاه اعتقاد دارم. نظرم توی کارگاه میشه خیلی از اصول داستان‌نویسی رو یاد گرفت. یه چیزایی حالا به استعداد آدم‌ها برمیگرده، پشت کارشون برمیگرده و به چیزای دیگه، ولی کارگاه خیلی مهمه. یه جمع حالا کوچیک بزرگ هر چی که هست. من روشی که دارم حالا شاید توضیحش براتون جالب باشه،
در واقع من شروع نمی کنم که برای بچه ها گفتن تئوری هایی که خیلی سخت باشه یا چیزایی از این دست یا ارجاعات به کتاب هایی که خب تو بازار موجوده میتونن برای این کتاب ها رو بخونن. به نظرم شاید این روش ها خیلی جواب نده. روش کارگاهی که میگم منظورم اینه که هر مفهومی رو در واقع باید یه خورده باش کلنجار رد، یه خورده تعمق کرد روش، یه خورده اصطلاح هم میگم ور رفت با این به اصطلاح با در واقع مفاهیم جانبی تا واقعا درونی بشه. با مثال براتون میگم، ببینید ما توی دوره اولمون عناصر قصه رو با بچه ها کار میکنیم. خب برای واقعا برای نوشتن یه قصه ما به سری عناصر باید اشراف داشته باشیم. هر قصه یه شخصیت داره، ما باید شخصیت پردازی کنیم. فضا داره، ما باید فضا سازی کنیم. ما یه زبانی داریم مینویسیم، باید به اون زبان کمی مسلط بشیم. توصیف داریم، باید ببینیم چطور باید توصیف کرد. نظرگاه یا پوینت آف ویو خیلی مهمه. با عنوان نمونه همین پوینت آف ویو رو بخوام توضیح بدم، من نمیام به بچه ها هم اول بگم که نظرگاه چیه، حالا انواع نظرگاه چیه و و الاخر. من اول به بچه های تمرین خیلی کوچیکی میدم در حد نیم صفحه یک صفحه. بله. و از روی اون تمرین در واقع سعی میکنم که وارد بحث بشم. تمرین ما در مورد نظرگاه چیه؟ با ما نمونه میگم. یکی از تمرینه اینه که شما از طبقه چندم یه ساختمون از بالا داریم به پایین نگاه میکنید. یک اتفاقی اون پایین افتاده. شما باید طوری روایت کنید که روایت شما از بالا به پایین باشه. این با روایت در سطح خیابون فرق میکنه، با کسی که طبقه اوله فرق میکنه. شما از بالا دارید میبینید. بچه‌ها یک صفحه تمرین انجام میدن، فرض کنیم 10 نفر 20 نفر سر کلاس هستن تو کارگاه. خب 20 تا تمرین متفاوت، من یک موضوع ساده دادم، بعد ابتکارات جالبی بچه‌ها میزنن. یکی رو پشت بومه، یکی تو بالای آسمون خراشه، یکی مثلا توی آسانسور شیشه‌ای گیر کرده، در از بالا به پایین نگاه میکنه. بچه‌ها ناخودآگاه متوجه میشن اصلا پوینت آف ویو چیه، نظرگاه چیه. متوجه هستم آقای آبکنار و میبخشید که وقتمون دیگه داره به پایان میرسه. دوست داشتم که حتما یه دو با همین توضیحی که دادید فکر کنم بسیارانی رو مشتاق کردید که به کلاستون بیان و به کارگاهتون. خواهش میکنم از کسانی که علاقمند هستن برای گرفتن اطلاعات بیشتر به سامانه www.uscpacsa uscpaxa.org که سامانه دانشجویان ایرانی دانشگاه USC هست مراجعه بکنند. محل برگزاری این کارگاه نویسندگی و چگونگی رفتن به اونجا رو میتونن از این سامانه در بیارن. از امروز اولین کلاس، اولین کارگاه ساعت 11 صبح تا هفته بعد از ظهر برقرار خواهد بود، فردا همینطور و شنبه و یک شنبه آینده. جمعا 32 ساعت کلاس هست. موفق و پیروز باشید آقای آبکنار و امیدوارم فرصت دیگه بشه صحبت بکنیم و از نتایجش خبردار بشیم. خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. آقای حسین آبکنار. داروخانه برینتون واقع در 11 701 ویلشر بلوار تقاطع برینتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینتون تلفن 310 473 3323، 310 473 3323، 310 473 3323. در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. با مراجعه به دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت به بهبود و شفافیت دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818 650 2000، 818 650 2000. همین یک شنبه ساعت 11 صبح آقای مهندس هوشنگ تجاریه، مدیریت کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک، در مورد کارهای ساختمانی با شما گفتگو خواهند کرد. 310 386 4555.
همین سه‌شنبه ساعت 12 ظهر شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان درباره برنامه‌ریزی قبلی در آرامگاه ایدن مموریال پارک و دکتر پیام درخشان وکیل آگاه و با تجربه درباره انحصار وراثت با شما گفتگو خواهند کرد. با شارس و تراول از 9 دسامبر تا 16 دسامبر به کاستاریکا سفر کنید. کشور زیبا با طبیعتی زیبا، آبشارهای دیدنی و چشمه‌های آب معدنی، در قسمت ساحلی پذیرایی به صورت آل اینکلوسیو و در قسمت کوهستانی صبحانه و شام. 310-477-9400. کریسمس امسال با شارس و تراول از 23 دسامبر به لاس وگاس بروید همراه اقامت در هتل پاریس برای 4 روز و 3 شب و اتوبوس رفت و برگشت. 310-477-9400. 670 AM لس آنجلس. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی در جنوب کالیفرنیا، روز شما بخیر. قربون شما، من بالاخره گذارم جنوب افتاد و زیارت شما. خیلی خیلی خوشحالیم به شهر فرشتگان خوش آمدید. با اشتیاق مثل به تمام شنوندگانی که علاقمند به شما هستن منتظر ساعت 4 بعد از ظهر امروز هستیم که در خدمتون در مورگن ویکسن تیتر این کتاب تازه شما، این طفل تازه شما رو در این محل رونمایی و روگشایی بکنید و از کتاب جدیدتون سخن بگیم و حرف بزنیم. یه بخشش هم امروز الان در این برنامه اگه اجازه بدید انجام بدیم. خواهش می‌کنم. من در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم که همه رو می‌بینم اونجا و لطف این لطف شماست که من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. خواهش می‌کنم آقای دکتر. خب کتاب جدیدتون طفل 100 ساله به نام شعر نو، گفتگوی صدرالدین الهی با نادر نادرپور. شما سابقه دوستی خیلی طولانی با نادرپور داشتین و از نظر کاری هم به دبستان‌ها و گفتگوها و نامه پراکنی‌ها و مقالات مفصلی در مورد این شاعر معاصر ما، این یگانه شاعر معاصر ما داشتین. دلمون میخواد که در یه بخشی جدا از آنچه که امروز بعد از ظهر در جلسه خواهید گفت با ما از نادرپور صحبت کنید آقای دکتر الهی. با کمال میل. اجازه بدید که این صحبت امروزم رو به یک جایی ببرم که کمتر بهش فکر شده و اون این وجود نادرپور سیاسیه در شعر امروز معاصر و بعد از انقلاب. خیلی از شعرهای ما، نویسندگان ما بعد از اینکه از ایران آمدن بیرون یا در ایران بودن بعد انقلاب شد، بعد خلاف انقلاب شدن حرف زدن، البته همه مخالف بودن حرف زدن. اما یه نکته در مورد نادرپور به شما بگم. این آدم کار سیاسیش حساب شده بود. اگر خاطرتون باشه وقتی که شما مسئله سلمان رشدی رو مطرح کردید به همت خانم امیر شاهی در لس آنجلس، یه گروهی درست شد که به بندم مراجعه کردید و بندم امضا کردم. در این گروه ظاهرا آقای نادرپور عضو بود، درسته؟ بله بله. خب توی کاغذهای مفصلی که پیدا کردم، یه کاغذ پیدا کردم که به خطاب نادرپور برای مسئله دیگه نوشته بودم و در اون به این اشاره کردم. متاسفانه تاریخ مسیحی بالای نامه رو ندارم ولی 28 فوریه است. ظاهرا این در هنگامی بوده که من صحبت کردم با نادرپور، کار طفل 100 ساله شروع شده بوده در روزگار نو، ولی چیز نیست، موقعی بوده که شلوغ پلوغی در سلمان رشدی بود. در این نامه زمینه که خیلی چیزایی نوشتم که 1, 2, 3, 4 در یه بندش نوشتم که در مورد مسئله نامه مربوط به سلمان رشدی هر طور خواست سرکار است و صلاح میدانید عمل بفرمایید. در غیبت بنده لطفان جتو اندیشی حکمان جتو فرمایی. و بعد نوشتم که بنده فردا عازم پاریس هستم. و یعنی به این ترتیب به نادرپور گفتن که در اون کمیته هر جوری شما تصمیم بگیری منم تابع این کار هستم. وکالت رو به ایشون دادین. اینا بعد نشونه اعتماد شما به او بوده. کاملا نمونه. ولی پیش از همه اینا من میخوام به شما بگم که بسیاری از شعرهای ما در برق انقلاب گم و گور شده بودن و نادرپور تنها کسی است، تنها شاعری است که ما داریم که پیش از آمدن خمینی به تهران، در حالی که تهران در بوهبوهه انقلاب میسوخت و مردم عاشقانه به انقلاب فکر میکردن، شعر گفته علیه این آقا و علیه فکر انقلابی.
دو تا تیکه کوتاه از دو تا شعرشو براتون میخونم امروز، دو بعد صحبتمون ادامه میدم. یکی این شعری است که در آذر ماه 57، خوب دقت کنید، آذر ماه یعنی هنوز بهمن نشده، بله پیداست که نادرپور تصمیم گرفته از وطن بیاد بیرون. خانم یه شعری گفته، یه غزل واره است که من هر وقت میخونم حالم بد میشه. این غزل واره شما هم شاید شنیدید و خیلی ها شاید شنیدن. کهن دیارا، خطاب به وطنشه، دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندارم، که گر گریزم کجا گریزم، و گر بمانم کجا بمانم. نه پای رفتن نه تاب موندن، چگونه گویم درخت خشکم، عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم. میگه و میاد جلو، میاد میگه که سفینه دل نشسته در گل، چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده کو، که چشم حسرت در او نشانم. چنان سراپا شب سیه را و چنگ و دندان در آورم پوست، که صبح اوریان به خون نشیند در آسمانم. کهن دیارا، دیار یارا، و از نرفتن درست کندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم، نمی توانم. تهران آدینه 19 آبان ماه 1357، یعنی تقریبا دو ماه پیش از وقوع ورود آقا به ایران. اینو داشته باشید. بلافاصله شعر دیگری هست که تمام فضای اون روز تهران رو به شما میده، به عنوان با نام خورشید نیمه شب. مرد میگفت که خورشید از اون زاویه خواهد تافت، نقطه ای را به سرانگشت نشان میداد، ما به تنسو نظر افکندیم، نقطه ای سرخ در اقصای مهالوده شب میسوخت. مرد میگفت که خورشید از این پس نه همون بادی پیماوی کهنسال است، که همه روزه فلق را به شفق می دوخت، بل جوانی سهیقامت و سهیقد و باریک. میاد جلو، همه خورشید جوان را به گمان دیدیم، شوق دیدار چنان بود که گریدیم. خوب گوش کنید واقعا دید. گرچه دیدیم که شب یک سر تاریک است، مرد می گفت که آن معجزه نزدیک است. ناگهان برق در آن نقطه موعود حریق افروخت، گوشه ای از شب تاریک در آن آتش خونین سوخت، پیری از شعله برون آمد، از کلاهی که شباهت برخچین لعیمان کلیمی داشت، موی افشنده بر اطراف سرش چونکا، در قبایی که تعلق به غلامان قدیمی داشت، پیکر فربه او کوتاه، دیده سرخ برافروختش گریان، پای لنگش چو همون بادی پیماوی کهن اوریان، پنجه سوختش غرق به خون آمد، در افق یک دم چون صبح نخستین ماند، پس از اون روی عزیمت قفا گردوند. همه خورشید دروغین را در نیمه شبان دیدیم، شدت گریه چنان بود که خندیدیم. تهران پنج شنبه 9 آذر ماه 57، یعنی درست تو بهبوهه انتظار حضرات که آقا خواهد آمد. درسته؟ دقیقاً. از این سیاسی سر شما شعر چی بخواید؟ بعد شعرهایی که گفته دیگه بیرون از ایران بوده، ولی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که عجب آدم قوی هست در کار شعر سیاسی، و این متن نکته از زندگی او برای همه نامعلوم و مشهور مونده. یه شعر دیگه داره به اسم خطبه هلاک، که اصلا بالاش نوشته برای امت، امام امت، و مخاطبش رسما در این چیز آقای خمینی است. شعر مثلا 3-4 سال بعد از انقلابه. شما وقتی شعر رو میخونید حالتون بد میشه. برای چی؟ یه پیران موسفید که بر تخت سنگ گور، نام جگر خراش عزیزان نوشتند، خون گریه می کنند که در روزگار تو
آن را درودند که هرگز نکشتند. گر نقش شیر و صورت مهر منیر را از رایت سرنگ دلیلون زدوده ای، یادش همیشه موری مایه جوش و خروش باست. برنام آن سخنور شهنام گوی را از لابلای دفتر و دیوان رو بوده ای، تنها سروش اوست که در گوش هوش ماست. میدونید که اول انقلاب اولین کاری که کردن فردوسی رو آوردن بیرون از سیستم، گفتن این به درد نمیخورد. ببینید شما از یه شاعر چه توقعی دارید؟ وقتی شروع میکنه که باید حتما باید شعار بده سر خیابون، این آدم اینجوری نبود. این آدم سیاسی بود، کار سیاسیشو با علاقه دنبال میکرد و تمام شعرهایی که من ازش دارم بعدها خواهر بزن شعر بعدم داره هر آدمی. اون یادتون هست خانم سرشار یه شایعی افتاد که رش در ماه دیده شده؟ شایعه بفرمایید یه دور دیگه صداتون هست که شایعی افتاد که تصویر آقای خمینی رو در ماه دیدن. بله بله. و بعد گفتن که موش هم لای قرآن بوده. بله درست. خب حالا ببینید ایشون با این مسئله چجوری روبرو شده. اون کس که در ستایش می عاشقانه گفت ما در پیاله عکس رویخیار دیده ایم، هرگز گمان نداشت که مستان بیخبر تصویر جادوانه ابلیس را شبی در جام ماه چهره دلبر گمان کنند. بس شوق این مکاشفه فریاد برکشند که ای آفریدگار جهان شد به کابنا. در اون شب شگفت وقتی که از خشونت آن تصویر جام ظریف ماه مانند لوح آی نمو برداشت، تاری زموی آغز ابلیس را نسیم بر صفحه کتاب خداوند می نگاشت، در نزد آی های مقدس گرو گذاشت. مو لای درز معجزه های کتاب رفت، من صفحه بسته شد اما صدای شاعر عاشق به طعنه گفت ثبت است در جریده عالم دوام ما. ابلیس هیلگر به امید شکار مغز فنی به کار بست، بر تخته سیاه افق لفظ مار را در نقطه مقابل تصویر وی نگاشت. مستان بیخبر چیزی ز لفظ مار نفهمیدند، اما به نقش مار که جویای تومه بود مغز فریب خورده خود را فروختند. ابلیس هیلگر به خدای یگانه گفت که ای آفریدگار کلام حلال تو بی اون که راه در حرم آدمی برد دزدانه سجده کرد به نقش حرام ما. آری فریبکاری ابلیس و بیم مار انبوه مرد و زن را بیمار کرده بود. تنها هنوز سایه شاعر در آسمان شعری نگفته را با طنز تلخیش بدین گونه می سرود. شیطان به چشم مردم ایران زمین خداست، زن رو سپردن به شیطان زمام ما. ببینید من نمیدونم آیا واقعا سیاسی تر و پاکیزه تر از این میشه وضع رو روشن کرد. به شعر گفت چه خبره، در درون چه بگذره، چه حیلهی دارن با ما میکنن. خب از یه شاعری مثل نادرپور وقتی ما صحبت سیاسی میکنیم اینه و متاسفانه این بچه از زندگی او رو ندیده گرفتن و شاید هم گاه به عمد رسلینگ. بله بله اونش که به عمدش که مشخصه، چون خب از یه نقطه نظر خاصی نادرپور حمایت میکرد و پشتیبانی میکرد و از همه مهمترش هم اینه که از روز اول چنین بود و تا روزی که فوت کرد همچنان بر حرف خودش باقی موند، هیچ تغییر نظری نداد. به نظر من بهترین کاری که میشد بکنیم این بود که امروز من این تیکر رو برای شنونده های شما بگم تا شب خدمتتون برسم. خیلی لطف کردین به شنوندگان و طرفداران آقای دکتر الهی. یک بار دیگه این نکته رو بگم که امروز از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در مورگن ویکسن تیتر واقع در 26-27 پیکو بولوار در شهر سانتا مونیکا آقای دکتر الهی نشستی خواهیم داشت با ایشون به مناسبت انتشار و رونمایی کتاب طفل 100 ساله‌ای به نام شعر نو، گفتگوی صدرالدین الهی با نادر نادرپور که یکی از کتاب‌های مرجع خواهد شد به طور قطع در مورد شعر امروز و همینطور
مسائلی که و نوشته هایی که آقای دکتر الهی در مورد نادرپور دارن. سخنرانان این برنامه آقای حسین مهری، خانم عطرت الهی، دکتر مهدی آقازمانی، دکتر ماندانا زندیان خواهند بود و نمایش فیلم صدرالدین الهی روزنامه‌نگار کاری از عباس حجت‌پناه هم نشان داده خواهد شد و بنده هم افتخار میزبانی این برنامه رو دارم به امید دیدار همه شما دوستان امروز بعد از ظهر ساعت 16 با ترانه ای از داریوش که کهندیارا رو شعری که اول برنامه خوندید رو اجرا میکنه با شما خدافظی میکنیم تا بعد از ظهر آقای دکتر الهی. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ترانه بسیار قشنگه، خیلی دوستش دارم. خیلی ممنون، روزتون بخیر. روز بخیر. یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم کهن دیارا تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم چگونه گویم درخت خشکم عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم در این جهنم گل بهشتی چگونه رویم چگونه بویم من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم کهن دیارا دیار یارا ولی ندانم شنوندگان ارجمند، اگر مسائل خانوادگی و روابط زناشویی شما به آنجا رسیده که چاره جز جدایی نیست، برای یافتن و درک حقوق قانونی خود و رسیدن به بهترین نتیجه با دکتر شاهین مطلبی تماس بگیرید. توجه داشته باشید که قوانین خانواده در ایالت کالیفرنیا بسیار پیچیده است و در صورت امضای حکم طلاق دیگر راه برگشتی وجود ندارد. هدف دکتر شاهین مطلبی و کادر ورزیده ایشان حل مسائل طلاق در کمترین زمان و با حداقل هزینه خواهد بود. تلفن تماس با دکتر شاهین مطلبی 310-268-1685 310-268-1685. برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود و السگوندو تماس بگیرید. 310-268-1685 310-268-1685 5.
فریبرز داوودیان تقدیم میکند تئاتر کمدی انتقادی اجتماعی مذهبی عرفانی و روحانی آدم و حوا بر اساس یک افسانه حقیقی با شرکت افتخاری خدا. من یک موجودی میآفرینم باهوش، جذاب، خوش اخلاق، درست مثل خدا. شیطان: این باغی که خدا اینقدر پوزشو میده همینه؟ اینجا که خبری نیست، یک مشت حیوان و چند تا درخت. آدم: حوا سیب خوردی؟ تو حالی هست با کی طرفی؟ خدای بزرگ و بخشنده و مهربان پدرمونو در میاره. و حبای زیبا: فقط واسه یه لحظه جفتگیری کردن با تو به چه روزی افتادم، چاق شدم، زشت شدم، حالا از خودم به هم میخوره. آدم و حوا یک شنبه 20 نوامبر در ویلشیر ایبل تیاتر، فروش بلیط در adamandhava.com adamandhava.com، تلفن 424-276-303 424-276-303. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش خواب رفتگی پاهام خواب شب رو ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند. راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید. مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. با یک تیر دو نشان بزنید. به هدف بزنید و به مدتی محدود با خرید دو بسته برنج خوشمزه و باسماتی دونر فستیوا یک روغن هسته انگور خالص 1.5 لیتری صدف مجاناً دریافت کنید. از این فرصت محدود استفاده کنید. دو برنج باسماتی دونر فستیوا بخرید و یک روغن هسته انگور خالص 1.5 لیتری صدف مجاناً دریافت کنید. چون برنج باسماتی دونر فستیوا عطر و طعم عالی برنج شالیزارهای ایران را می‌دهد. 670 AM Los Angeles. در خدمت خلق. یاران، در این بخش از برنامه به سراغ یک بانوی ایرانی میریم که طی 30 سال واقعا در زندگیشون به فعالیت‌های خیریه و خداپسندانه، در واقع میشه گفت، در ایران و در خارج از ایران مشغول بودند و یکی از موفق ترین نهادهای غیر انتفاعی داخل ایران رو ایشون از همون آغاز کارش باشون همکاری داشتند و این مؤسسه محک هست که 25 سال پیش داوطلبانه به محک رفتند و کارشون رو با رفتن به بیمارستانهای دولتی شروع کردند و پرونده درست کردند و در قسمت‌های مسئولیت روابط عمومی و داوطلبان با این مؤسسه به همکاری مشغول شدند، خانم فرشته توکلی، و پس از اون 15 سال پیش با خانم سعیده قدس که بنیانگذار محک هستند به موفق شدند که این سازمان غیر انتفاعی رو در آمریکا به ثبت برسونند به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی، هرچند که 3 سال طول کشید تا این کار انجام بدن، و از 6 سال پیش آفیسی توی خونهشون رو اختصاص دادن، اتاقی توی خونهشون رو اختصاص دادن به این کار برای دفتر محک، و بعد از سال 2010 به دلیل موفقیت و فعالیت‌های زیاد ایشون که کار این مؤسسه واقعا خیلی گرفت، یک دفتر گرفتن که 2 نفر الان در حال حاضر تمام وقت برای این مؤسسه کار میکنن و بقیه همه داوطلبانه، مخصوصا خود خانم فرشته توکلی نازنین که هر کسی با محک آشنایی داشته باشه و با فعالیت‌هاش نام خانم فرشته توکلی رو شنیده. ایشون تا به حال موفق شدن که به طور سالانه 30 برنامه برای محک در جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس برقرار بکنند، 3 تا چپتر مختلف در شهرهای دیگه به وجود بیارن، و امشب که با شنبه‌ای که با شما صحبت می‌کنیم، امشب ایشون یکی از برنامه‌های گردآوری مالی برای محک رو تدارک دیدن که اجرا خواهد شد. در مورد این
برنامه امشب و همینطور خود فعالیت هایی که برای محک انجام میدن و خود محک با خانم فرشته توکلی صحبت میکنیم. صبح شما بخیر خانم فرشته توکلی. صبح شما بخیر همه جان. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون و از صمیم قلب تشکر میکنم برای وقتی که در اختیار من گذاشتید. با کمال افتخار و شما یه خسته نباشی شید مهم دارید به خاطر تمام این فعالیت هایی که میکنید و واقعا از همون ابتدای فعالیتتون برای اسم به ثبت رسوندن مؤسسه محک در خارج از کشور در آمریکا، من از دور شاهد و ناظر فعالیت های شما و فعالیت های خانم سعیده قدس بودم و تا امروز واقعا موفقیت آمیزترین به نظر من فعالیت برای مؤسسه غیر انتفاعی رو در کالیفرنیا شما انجام دادید و به طوری که نام محک برای همه نام خیلی آشنا شده و بسیارانی که در خارج از ایران زندگی میکنند به خصوص در کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا و در شهر لس آنجلس در فرصت هایی که پیش اومده رفتن و به دیدار محک، مؤسسه محک در ایران شتافتند و بیش از اون چه که حتی شما در موردش صحبت میکنین از اونجا تعریف میکنن. شما از محک برای ما بگید، اون که در ایران هست خانم فرشته توکلی. بله، محک واقعا پایه و اساسش با عشق شروع شد. خانم سعیده قدس وقتی دختر نازنینش 2 ساله بود و مبتلا به سرطان شد، در حین معالجه دخترش این دردمندان و نیازمندان رو دید و با کمک پزشکان فامیل و دوستانشون مؤسسه محک رو بنیان گذاشتن. و این مؤسسه محک با فعالیت داوطلبین که من خودم یکی از اونها بودم از روزهای اول، واقعا با 5-6 نفر شروع به کار کرد. هم برنامه ریزی میکردیم، هم اجرا میکردیم و در حد بسیار کم، یعنی واقعا سال اول فقط به 5 کودک نسیم، اونم به بخشی از هزینه های اونها کمک بکنیم. اما همینطور این مثل آهن رو با داوطلبین رو دور خودش جمع کرد، درد آشناهایی که اونها هم یکی از عزیزانشون کانسر داشتن دور خودش جمع کرد و این مؤسسه از یک بیمارستان دولتی که می رفتیم که من کارم و خودم با رفتن به دیدن این بچه ها یک روز رو باشون گذروندن ببینم از کجا آمدن و چه کمکی احتیاج دارن شروع کردم و همون شد که واقعا مسیر زندگی من رو عوض کرد. یعنی دیدن این بچه ها تمام زندگی من رو به گونه ای عوض کرد که اینقدر اینها درد داشت در چهره هاشون که شما دیگه مسائل خودتون رو فراموش میکردید و فکر میکردید اگر از من کاری برمیاد واقعا نباید دریغ بکنم، وقتی رو باید بذارم، کاری رو باید بکنم. و از یک بیمارستان بعد شد 14 بیمارستان. بله. در ایران که داوطلبین همه این 14 بیمارستان در تهران هستن خانم توکلی؟ الان که خیلی وسیع ترم، روزای اول و خدمت دارم. بله. این به مرور شد 14 بیمارستان چون محک یه زنه دفتر کوچولو توی زیر زمین در چیزر در نزدیک فرمانی اونجا بود. بله بله. باید پول رو جمع میکردیم، ما خانم ها که به این بیمارستان ها میرفتیم و پرونده های اینا رو داشتیم، هزینه های آزمایش و درمان اینها رو میدادیم. یواش یواش میدونید بر اساس نیاز اینها هی محک بزرگتر شد. برای مثال وقتی که میرفتیم بیمارستان و میدیدیم این بچه ها یک ماه باید اونجا باشن و تلویزیون ندارن، میامدیم فراخوان میدادیم، تلویزیون هایی بود که میرسید به ما. میگفتیم ویدیو بدین، اگر کاست دارین مال کارتون بچه ها این رو بفرستید. و هر نیازی که اینا داشتن میامدیم فکر میکردیم که باید چی کار بکنیم. در هر حال من همینجور به کارش ادامه میداد تا آقای دکتر کرباسی‌زاده عزیز که اتفاقا اینجا تشریف دارن و در برنامه امشب ما هم حضور دارن، مثلا در پاریس با خانمشون سالها زندگی میکردن، خانمشون دچار کانسر میشه و باز یک درد آشنای دیگه میاد ایران که به یک مرکز درمان سرطان کمک بکنن، با محک آشنا میشن و وقتی که این فعالیت عاشقانه این داوطلبین رو میبینن تصمیم میگیرن که هزینه این بیمارستانی که الان محک شد تقبل بکنن و ایشون
چندین واقعا میلیون دلار میذارن و این بیمارستان رو بنا میکنن. منتها این بیمارستان با کمک دیگران تجهیز شده. اگه کسانی که تشریف میبرن به محک میبینن که به جلوی تمام در اتاق ها پلاکایی هست که این اتاق تجهیزات پزشکی رو کی داده، اون اتاق رو کی درست کرده، اون قسمت آمفی‌تئاتر رو خانمی که پسر 18 سالش فوت کرده بود تمام هزینه‌شو دادن درست شد. همین تمام بخش بخش این واقعا آجر به آجر اتاق به اتاق با عشق درست شده. معلومه به دلیل همین هم بنقدر شما موفق هستید خانم توکلی و همکارانتون و داوطلبانی که کار میکنن برای محک. میفرمودید؟ واقعا این رو من توضیح بدم. محک یک مؤسسه کاملا غیر دولتی و غیر سیاسی است. تا به امروز هیچ کمکی از دولت نگرفته. این خیلی مهمه که شنوندگان عزیز بدونن، چون واقعا مردمن که اونجا میرن کمک میکنن، چون میبینن چه اتفاقی اونجا داره میفته. حال این بیمارستان ساخته شد، تجهیز شد و الان این بیمارستان مجهزترین بیمارستان در خاورمیانه شناخته میشه. اما سرویس هایی که به بچه ها میدن هر از روزی که قدم اونجا میذارن تا هر چند سالی که طول بکشه عمل داشته باشن، هر هزینه که شما فکر کنین محک میپردازه بدون این که یک ریال از اینها پول بگیره. و روزهای اول خانم سرشار، من وقتی میرفتم بیمارستان بود که میدیدم مثلا این رضا که از کرمان آمده بعد از شیم درمانی با مادرش یا پدرش یا خواهر برادرش و یه چیزی تنگ کردن پشت در بیمارستان بخوابن شن برای که پول نداشتن مسافرت خونه برن. و بعد به تلاش افتاد محل که یه جایی برای اینا تعیین کنه، اولین اقامتگاه برای اینا در یک ساختمون طبقه تهیه کرد و اینها دیگه از این ترمینال ها به اونجا می رفتن، دوش می گرفتن، صبحونه غذای مجانی داشتن، از اونجا بچه ها رو با وسایل به طور رایگان به بیمارستان ها که بعد می بردن. و همین خدمات باعث شد که آمار بهبودی بچه ها از 24% به 86% برسه. یعنی اون موقع بود که پدر بچه رو می برد، از 6 تا بچه دیگه داشت، دیگه نمی آوردش برای دفعه دوم، برای که برایش سخت بود اون هزینه دارد. ولی الان اصلا دیگه این امکانات نیستن و هر سومین اقامتگاه برای این پدر مادر رو درست کرده و اینا به هیچ عنوان مشکلی ندارن. مادر با بچه تو بیمارستانه، اون پدر با 2 تا بچه دیگه یا هر کی در اون اقامتگاه است و تمام امکانات بهره می گیره. خانم توکلی چون وقتمون کمه، من دلم میخواست که شما اولا سای سامانه محک رو در اینترنت به دوستان بگید که کسانی که خب میان به برنامه های شما میان و کمک میکنن به این برنامه‌ای که دارید، خب اونا میدونن که چگونه باید با شما دسترسی داشته باشن، ولی شنوندگانی که الان دارن میشنون که مطمئنا بسیارشون دلشون میخواد که به دستی به دست شما بدن و کمک بکنن، حالا کمک مالی، داوطلبی، هرچی، بدونن که به کجا باید مراجعه بکنند و چگونه میتونن این کمک و همیاری رو با شما انجام بدن با محک. اگر که در ایران میرن و دلشون میخواد اونجا کمک کنن، اونها بخواهن ببخش پذیرای این هستن که تور محک رو بهشون بدن و در اونجا کمک کنن. اگر در اینجا زندگی میکنن میتونن با مؤسسه ISCC، مؤسسه بین المللی سرطان، ISCC بله که برای International Society for Children with Cancer استند میکنه. بله. و سایت ما هست istc-charity.org istc-charity.org. و خانم سوسن شهیدی اگزیکیتیو دایرکتور ما فول تایم در آفیس هستن، میتونن با تلفن 949-679-9911 تکرار میکنه 949-671-9911 تماس بگیرن. خانم سرشار، من این خواهش رو از دوستان شنوندگان دارم، تمنا میکنم هر سوالی که دارین به ما تلفن بزنین، ما جوابگو هستیم و میشنویم از این بعد
محک دولتی میشنویم از این بر، محک ثروتمنده میشن. تلفن بزنید، هر سوالی دارید ما در اختیارتون حتما که دوستان این کارو میکنن، ما هم راهنماییشون میکنیم اگه نیاز داشته باشن. براتون وقتتون رو بیش از این نمیگیرم، میدونم خیلی امروز کار دارید و باید به برنامه امشبتون برسید. به امید دیدار شما امشب خانم فرشته توکلی و با آرزوی موفقیت بیش از بیش و همکاری و واقعا محبتی که میکنید به سازمان محک و به بچه هایی که سرطان دارن برای بهبود هرچی بیشتر اونها. خسته نباشید و دم شما گرم. خیلی متشکرم. ممنون از لطفتون. روز خوبی داشته باشید. مرسی. روزتون بخیر. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست های نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان هر شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. رفع ده ها هزار مشکل کریدیتی. مانی حاتمی زنت فاینانشل گروپ 818.2 میلیون. افزایش بیش از 100 پوینت کریدیت اسکور در کوتاه‌ترین زمان ممکن. 818.2 میلیون. اولین شرکت با بورد تخصصی کریدیت ریپر در جامعه ایرانی. 818.2 میلیون. کارشناسان فایکو سرتیفاید. 818.2 میلیون. مانی حاتمی زنت فاینانشل گروپ، تخصصی ترین شرکت کریدیت ریپر. کریدیت بهتر، بدهی کمتر، با قانون 818.2 میلیون. دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید. بزرگی و سنگینی بیش از حد سینه باعث دردهای گردن، شانه و پشت همراه با ناراحتی‌های دیگه میشه. به همین دلیل کوچکسازی سینه یکی از رضایت بخش ترین اعمالی است که در دست جراح پلاستیکی با تجربه بهترین نتایج رو میده. زیرا عمل کوچکسازی سینه بلافاصله این دردها رو برطرف میکنه. بهبود بعد از عمل نیز بسیار آسان و سریعه و در اکثر موارد عمل به صورت سرپایی انجام میشه. این رو هم بدونید که کوچکسازی سینه مختص خانم ها نیست و آقایون هم میتونن از این عمل بهره برداری کنن. این عمل در آقایون با برش بسیار کوچک و از داخل انجام میشه. در نتیجه جای عمل چندانی باقی نمیمونه. دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77. جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان. کانون پرورش روان پرسونال گروت اینستیتوت زیر نظر دکتر فوجان زینی با همکاری روانشناسان و مشاورین مجرب در رواندرمانی فردی، زوجی، کودکان و خانواده با متدهای نوین هیپنوتراپی، EMDR و نوروفیدبک در دفاتر تارزانا، پاسادنا و برنتوود به زبانهای فارسی، انگلیسی و ارمنی با در نظر گرفتن بودجه شما برای سلامت و آرامش روح و روان شما به یاریتان می آید. 818-609-99-89. بنیاد هنر برگزار می کند. نشستی با دکتر صدرالدین الهی به مناسبت انتشار و رونمایی کتاب طفل 100 ساله‌ای به نام شعر نو، گفتگوی صدرالدین الهی با نادر نادرپور. روز شنبه 12 نوامبر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. سخنرانان حسین مهری، عطرت الهی، مهدی آقازمانی و ماندانا زندیان. میزبان هما سرشار. همراه با نمایش فیلم صدرالدین الهی، روزنامه‌نگار، ساخته عباس حجت‌بنا. در این نشست دکتر صدرالدین الهی کتاب را برای دوستدارانش امضا می‌کند. محل برگزاری مورگن ویکسن تئاتر، 2627 پیکا بولوار در شهر سانتا مونیکا. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان 818-9-08-08-08. ورود برای همه آزاد و رایگان است. وای کاکو چت شده، چرا دست و پات بستی؟ چرا با عصا را میری؟ وای 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 وای
دست رو دلم نیزو کاکو لیلی هستم. خورده خاک شیر شدم. از پشت همچی زدن به هم تا شاستی ماشینو پیچیده. حالا وکیلم گرفتی؟ نه هنو. نگاه خود تعذیت نکن. من حال حوصله ندارم بعد 3 سال هی بیای بگی بیمه پول نمیده ها. خیال تراحت کن. زنگ بزن به الکس اسکندری وکیل تصادفات. همه کارات راحت انجام میده. شمارش داری؟ بنویس. بنویس میگمت. خب بگو. 310-492-2000 1-855 صدمه. دکتر الکساندر اسکندری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. 310-492-2000 1-855 صدمه. شرکت ساختمانی BH Construction به مدیریت مهندس بهرام آغلرپور با سالها سابقه درخشان و صداقت در کار آماده اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی است. برای اطلاعات بیشتر و تهیه نقشه‌های لازم با مهندس بهرام آغلرپور تماس بگیرید. 213-210-48-29 213-210-48-29 من دکتر دانیل صدیق، مؤسس سازمان غیرانتفاعی All in Health Foundation، از شما دعوت می‌کنم که با استفاده از تراپیست‌های با تجربه ما مسیر زندگی خود را با آسودگی بیشتری طی کنید. برای مشاوره اولیه رایگان با شماره 424-209-7977 تماس بگیرید. All in Health Foundation is a non-profit organization dedicated to low-cost emotional health and healing. Reaching a well-balanced lifestyle is our only mission. 424-209-7977 424-209-7977 لب دریان دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرعی ها دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمد